این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از سریال بدبختی های عظما که از بیخ ریش شروع میشه و تا اونور دنیا امتداد پیدا میکنه. تونل وحشت ولی فقیه این هفته به ایستگاه 16 آذر رسید. مثل همیشه از اوایل آذر ماه دستگاه های حکومتی کم کم نگران ریه‌های مردم شدن و گفتن دماد داره وارونه میشه و اوج این وارونگی تو 16 آذره و دانشگاه‌ها، البته با اولویت شهرهایی که دانشگاه‌های بزرگ دارن. خب حاکمیت کامل پرفشار در مرکز فلات ایران و غلبه مطلق جریانات پایدار در لایه‌های مختلف جو و به دنبال اون تشکیل واضح نمودار وارونگی دما بستر رو کاملا برای افزایش غلظت آلاینده به ویژه در مناطق پرجمعیت آماده کرده. با این حساب توصیه می‌کنیم به خصوص در پایتخت بدن آسیب پذیران ترجیحاً حداقلش پیش از ظهر در شهر تردد نکنن. این وضعیت رو البته که تا اواسط هفته آتی نیز خواهیم داشت. البته آقا، پس تا اواسط هفته آینده کسی تو دانشگاه تردد نکنه که بدن آسیب پذیرانی مثل عظما طوریشون نشه. من از سال 1336 جسم ناقصی دارم. هرچی جسم ضعیف ولی فقیه بدن آسیب پذیر تر میشه، دهنه زده به جونورهای دوربرش براش سخت تر میشه. چی کار کنه بدبخت؟ قبای ولایت سایز تنش نبود، لباس هم که مناسب نباشه، هرچی هم این ور و اون ورش رو بگیرن تو تنش که نمیره هیچ، میزنه دک و دندش رو هم خرد و خمیر میکنه. گماشته سابقه عظما انتر رم کرده که تا حالا پا رو دم ولی فقیه میذاشت، این هفته دیگه دم ولی فقیه رو کشید و جیغشو در آورد. ولی فقیه داره دم و دستگاهش رو برای بالا بردن وزنه انتخابات آماده میکنه، ولی این هفته احمدی نژاد با کارت رحیم مشایی یه کارایی تو این مایه ها کرد. توی این اوضای بیریخ عظما دل بسته بود به استفاده از پسرخونده ها و عمق استراتژیکیش تو منطقه، ولی آتیشی که ولی فقیه تو منطقه روشن کرده بود دامن خودش رو بی نصیب نذاشت. Goodness gracious. البته تیوی ریش هنوز میگه سیادون است و وسط شدیدترین درگیری ها تو محله های دمشق و فرودگاهش خبر بافش از سوریه اینطوری گزارش میده. بینندگان گرامی، اون چه شما در تصویر مشاهده میکنید منطقه درگیری بین نیروهای مسلح تروریستی با ارتش سوریه است که ارتش سوریه در حال پاکسازی اون منطقه از دست تروریست هست. این منطقه دوریا هست در حومی شهر دمشق. عملیات پاکسازی منطقه دوریا تا به امروز ادامه دارد که در این بین بخش‌های وسیع از این منطقه از دست تروریست‌ها آزاد شده. پس بخش‌های زیادی آزاد شده. تا حالا نگفته بودی چیزی از دست رفته. بگذریم. پس حالا وضع اون گردن دراز چطوریه؟ البته الان فشارها زیادتر شده. در حقیقت دارن تلاش می‌کنن تا با خیزش به سمت دمشق دولت بشار اسد سرنگون بکنه. برای مقابله با این اوضاع سه تو منطقه ولی فقیه ممکنه یه مختصر خرجی هم لازم باشه بکنه. جناب مصلح زاده با یه تلویزیون محلی توی اردن مصاحبه کرد و گفت که ایران حاضره در ازای صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری دینی میان دو کشور تا 30 سال نفت رایگان در اختیار اردن بگذاره. نظام بد جوری نیازمنده هارت و پورته، چی کار کنه؟ ملوان بگیره؟ نه، بعدش مجبوره با غلط کردن پسشون بده. بگه تنگه میبندم؟ نه، چون یقش رو میگیرن مجبوره بیاد پس بگیره. هان، بهترین کار اینه که بگه هواپیمای بدون سرنشین شکار کردم. وزیر امور خارجه گفت قبلا به مقامات آمریکایی هشدار داده بودیم که اگر به مرزهای ما تجاوز کنن برای صیانت از حریم کشورمان اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
البته هارت و پورت های نظام با تکذیب سخنگوی نیروی دریایی آمریکا تو سر خودشون خراب شد. تو این اوضاع درب و داغون که ماشین نظام به قیج قیج افتاده، هر کی یه جور خودشو میزنه به کوچه علیچه. الهام که مثل همیشه زد به رگ لودگی. درسته. ما خوبیم. سوالمون میتونی جواب بدی؟ خبر از عالم غیب داری ماشاءالله. نه آقای الهام. سلام علیکم. مخلصتون هست. زنده باشی. آقای الهام نگفتینا. خدمتتون میرسم ان شاء الله. آخوند مکار شیرازی تو سن 80 سالگی یاد علاقش به کشتی افتاد. دوبنده تن کرد و پرید وسط کشتیگیرا. در صورتی که ورزش رو کنار بذارن اعضا فرسوده میشه و به دنبال فرسودگی اعضا فرسودگی روح و روان پیدا میشه. راه مدیریت کارهای زندگی رو میشه در ورزش های گروهی و دست جمعی مدیریت رو تجربه کرد. یارو نمیدونه کشتی خوردنیه یا پوشیدنی، فکر کرده کشتی هم ورزش تیمیه. ورزش های گروهی و دست جمعی. فکش که گرم شد شروع کرد از مزایای هیکل ورزشکاری خودش گفتن. من تا وقتی که یادم بیاد اون نرمش ها و ورزش هایی که مناسب حال من باشه جز زندگیم بوده، یا پیاده روی یا کوهنوردی یا ورزش های توی خانه، و خیلی هم نتیجه دیدم، اثر ازش دیدم. این هفته فضای تیویریش آلوده تر از هوای تهران بود. آلاینده ها به ترتیب اجرای نقش، دو تا جنگولک پیرو خط نظام. عرض به حضور، من یه چیزی بگم. این تو خونه خیلی از ما و هموطنان خوبمون از این به عنوان شلوار در منزل، بله خیلی است. ایجامش تموم شد. استفاده میکنن چون راحت هست. بریم بیرون. آرامش میده واقعا. یه بچه از برنامه رو بریم ببینیم. و یک لوده بدون شر. من خیلی خودمو دوست دارم. به خدا. چرا؟ میدونم این سواله. دوستتون داریم شدید به مدت مدید. شک نکنید. آفتاب مهربانی رو به هیچ عنوان ترک نکنید. میشه گفت این جملات رو جلو آینه به خودت بگی؟ دقیقا. این حس به دست میشه میده که بتونی به دیگران هم بگی. بگی و منتقل بکنی. بله. سه سکوی مشنگستان رو در یک رقابت سخت اینها تصاحب کردند. حجت الاسلام، آدام اسمیت. اولین و شاید مهمترین سوالی که از حضورتون میخواییم بپرسیم این هستش که اصولا اقتصاد مقاومتی چیه و چه تفاوتی داره با مقاومت اقتصادی؟ مطمئن باشین ما اگر دور کشورمون یه دیوار بزرگی از دیوار چین قوی تر و پهن‌تر اگر بکشیم، مطمئن باشین دنیا به ما محتاجه، ما به دنیا محتاج نیستیم. هرچی رو ثابت نکرده باشه، حرف خمینی رو ثابت کرد که اقتصاد مال خره. برو دو، حجت الاسلام، بشکه. به یه بچه ای که مثلا فرض میفرمایید، حالا ما تو شغل خودمون میگیم، یه بچه آمده مسجد تحویلش بگیریم، 1000 تومانی بهش جایزه بدیم، بگیم باریکلا آمدی مسجد مثلا. جوه الان همه بچه ها را میفتن میان سمت مسجد. از نداره بیان آقا. 1000 تومان هم 1000 تومان. خیلی خوبه اگر بیان که منتظر بیشتر هم میدیم معمولا. و مشتری دائمی مشنگستان آرنولد نظام، کیسینجر سپاه، پاسدار عباسی. چند تا چیز رو توی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انقلابیون من باب کردم. یکی آستین کوتاه. تو میخوای بگی این ابهت داشته باشه، بعد آستینشو بزنی بالا. شما هر چی عکسای اون موقع منو ببینید، من همه آستینم بالاست. من همیشه آستینم بالا بود. پیرناشون همیشه روی شلوارشون بود. شما از همون اوایلی که من تو جبهه بودم میبینید من پیرنم زیر شلوارمه. 62 63 من عینک ریبن میزدم، عینک امریکن اپتیک میزدم. 120 هزار تومان اون موقع که حقوق ما 10 هزار تومان بود، من عینک امریکن اپتیک خریده بودم. عینک که میزنن طرف شیشه ماشینشو کشید پایین نگاه میکنه، چشم اینو نمیبینه دیگه. چی میبینه؟ یه جفت مثلا عینک براشون بخری. خیلی هنره که شما یه آدمی که چماق دستش میگرفته آستین کوتاه پوشیدن.
ریشا رو آنکارد کردن، عینک ریبن زدن، اوتکلون استفاده کردن، من باب کردم. و رسیدیم به آخر خط. سری بزنیم به کردستان با یک رقص دیدنی از یک رقصنده دیدنی. I don't know.